سرخط خبرها، روحانی، دولت آمریکا اشتباهات دولت آن دیوانه را جبران کند. شکایت 220 هزار نفر از رئیس جمهور. اتهامات آمریکا علیه کره شمالی. بازگشت آمریکا به برجام در چند روز آینده. سلام و درود بر شما همراهان عزیز و گرامی. به تازه ترین خبرهای این ساعت از اتاق خبر خوش آمدید. مشروع خبرها، روحانی، دولت آمریکا اشتباهات دولت آن دیوانه را جبران کند. رئیس جمهور گفت ما فکر نمی کردیم دیوانه در آمریکا سر کار بیاید که جنگی بی‌نظیر را علیه ایران آغاز کند. امیدواریم دولت فعلی آمریکا اشتباهات دولت قبل را جبران کند و دولت آمریکا تسلیم قانون شود. آیین بهره برداری از طرحهای وزارت سمت امروز پنجشنبه 30 بهمن با حضور رئیس جمهور به صورت ویدیو کنفرانسی آغاز شده. در این مراسم قرار است رسما بهره برداری از 4 طرح صنعتی و معدنی در استانهای هرمزگان، کرمان و مازندران به ارزش 8500 میلیارد تومان با حضور ویدیو کنفرانسی رئیس جمهور انجام شود. در این مراسم اسکله شماره 5 بندر منطقه ویژه صنایع انرژی بر پارسیان جنوب، فاز نخست مجتمع گندلسازی مادکوش بندرعباس در استان هرمزگان، واحد گندلسازی شماره 1 گوهرزمین سیرجان، پروژه 5 میلیون تنی گندلسازی در استان کرمان و پایانه صادراتی محصولات کشاورزی روماک گستر پارس جویبار در استان مازندران افتتاح و بهره برداری از آنها آغاز شود. جمع سرمایه گذاری انجام شده در این طرح 8500 میلیارد تومان ارزیریالی است که زمینه اشتغال 1360 نفر را فراهم خواهد کرد. حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور صبح امروز در آیین بهره برداری از طرح‌های ملی وزارت سمت که به صورت ویدیو کنفرانس برگزار شد گفت امروز 7.5 میلیون تن تولید گندله آهن را افتتاح کردیم که این نشان دهنده زنده بودن، فعال بودن و جهش تولید در کشور است. وی با اینکه ملت بزرگ ایران در هیچ شرایطی از پا نایستاده است گفت البته که مردم در سختی، رنج و مشکلات هستند، ولی ما چیزهای دیگری می‌خواستیم. ما فکر نمی‌کردیم در آمریکا یک دیوانه سر کار بیاید و جنگ بی‌نظیر تاریخی را علیه ملت ما راه اندازد. مردم آمریکا و دولت فعلی آمریکا هم فهمیدند او اشتباه می‌کرده است. رئیس جمهور با اشاره به کارشکنی دشمنان در صادرات نفت گفت دشمن همه فشار را آورد که فروش نفت ما را متوقف کند. ما کشور را بدون نفت اداره کردیم و بودجه را بدون نفت بسیم. روحانی خاطر نشان کرد ما نمی خواهیم به آمریکا بگوییم که در برابر فشار ما غیر قانونی عمل کند. آنچه ما می خواهیم اجرای پیمان بین المللی است. بنابراین امیدواریم که به قانون برگردند و ما بتوانیم در شرایط بهتری مراودات و تعاملات خودمان را مخصوصا در بخش تجاری انجام دهیم. ما فکر نمی کردیم دیوانه‌ای در آمریکا سر کار بیاید که جنگی بی‌نظیر را علیه ایران آغاز کند. امیدواریم دولت فعلی آمریکا اشتباهات دولت قبل را جبران کند و دولت آمریکا تسلیم قانون شود. رئیس جمهور عنوان کرد امروز در 4 طرحی که افتتاح کردیم از یک طرف مردم در بخش صنایع معدنی فعال هستند و 2 طرح ما مربوط به فولاد بود و 1 بخش ما مربوط می شود به پایانه صادراتی که در آن آلومینیوم را به جنوب صادر می کنیم و در مرز 3 استان هرمزگان، بوشهر و فارس امروز 1 طرح بزرگ افتتاح شد و امیدواریم که دنبال شود تا مرکز صادرات مهمی در منطقه استراتژیک پارسیان برای کشور ما باشد. همچنین در شمال شاهد افتتاح پایانه خوبی برای صادرات مرکبات و محصولات بودیم. وی گفت با توجه به امکاناتی که در این پایانه ها تعبیه شده، محصولات کشاورزان ما در این پایانه ها از بین نمی رود و به سرعت صادر می شود. حال می توان هم محل خوبی برای ذخیره برای داخل باشد و هم می توان عمدتاً گذرگاهی برای صادرات محصولات کشاورزی ما باشد. شکایت 220 هزار نفر از رئیس جمهور.
سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس گفت 220 هزار نفر از رئیس جمهور به کمیسیون اصل 90 قانون اساسی مجلس شکایت کردند. علی خضریان در گفتگو با خانه ملت با اعلام خبر وصول شکایت اقشار مردم از رئیس جمهور در کمیسیون اصل 90 مجلس 220 هزار نفر از آحاد مختلف مردم شکایتی از رئیس جمهور مشتمل بر 16 بند پیرامون موضوعات فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی را تقدیم کمیسیون اصل 90 مجلس کردند. وی افزود موضوع افزایش تعمدی نرخ ارز، بی‌توجهی به تولید داخلی و واردات بی‌رویه، استفاده از افراد با تابعیت دوگانه در مسئولیت‌های کلیدی دولتی، عدم تحقق وعده رفع تحریم، عدم توجه به ترویج سبک زندگی ایرانی اسلامی و راه اندازی شبکه ملی اطلاعات، بی‌توجهی به مدیریت بورس و از بین رفتن سرمایه‌های مردم در این بازار و اجرای غلط قانون هدفمندی یارانه‌ها از جمله موضوعاتی هستند که در این شکایت نامه تقدیم کمیسیون که نیازمند بررسی دقیق حقوقی و اثبات ادعاهای مطروح است. نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی بیان کرد با توجه به تنوع موضوعات مطرح شده در این شکوایه به فراخور موضوعات کمیته‌های مختلف کمیسیون در این خصوص تشکیل جلسه داده و موضوعات را بررسی خواهند کرد و سیر قانونی طی خواهد شد و کمیسیون اصل 90 مجلس با توجه به وظیفه ذاتی خود در چارچوب قانون اساسی به این موضوع ورود کرده و به طرز کار آن رسیدگی خواهد کرد. اتهامات آمریکا علیه کره شمالی. وزارت دادگستری آمریکا روز چهارشنبه سه مقام اطلاعاتی کره شمالی را به اقدامات سایبری متهم کرد. وزارت دادگستری آمریکا سه مقام اطلاعاتی کره شمالی را به هک کردن تعداد زیادی از شرکت‌ها و مؤسسات مالی برای خنثی‌سازی تحریم‌های ایالات متحده متهم کرد. وزارت دادگستری آمریکا مدعی است که افسران اطلاعاتی کره شمالی از طریق حملات سایبری به دنبال سرقت 1.3 میلیارد دلار ارز دیجیتالی و رمزنگاری شده بودند. این اتهامات اولین اقدام دولت جو بایدن رئیس جمهور آمریکا علیه کره شمالی است. پیش از این تحت فشارها و تحریم‌های آمریکا رهبر کره شمالی سه بار دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا دیدار و مذاکره کرد. ترامپ و کیم در جون یا همان خرداد 2018 در سنگاپور دیدار و بیانیه مشترکی صادر کردند که طبق آن پیونگیان به آریسازی شبه جزیره کره از تسهیلات هسته‌ای متعهد شد. مذاکرات فوریه یا بهمن ترامپ و کیم در هانوی پس از در رد درخواست کیم برای لغو تحریم‌های اقتصادی آمریکا در ازای واگذاری بخشی از تجهیزات هسته‌ای از سوی واشنگتن متوقف شد. پس از این دیدار نیز آنها یک بار در منطقه غیرنظامی واقع در مرز کره شمالی و کره جنوبی با یکدیگر دیدار کردند، ولی این دیدارها به دلیل زیاده خواهی ترامپ به نتیجه نرسید. بازگشت آمریکا به برجام در چند روز آینده. پایگاه اینترنتی دیپلماتیک به نقل از منبعی نزدیک به دولت آمریکا نوشت جو بایدن رئیس جمهور آمریکا احتمال دارد روز جمعه در جریان سخنرانی خود در کنفرانس امنیتی مونیخ قصد خود را برای بازگشت آمریکا به توافقنامه هسته‌ای با ایران اعلام کند. بینندگان عزیز، ممنون و سپاس از اینکه تا پایان با ما همراه بودید. لطفاً کانال ما رو دنبال کنید و نظرات خودتون رو در قسمت کامنت با ما به اشتراک بذارید. تا ساعت دیگر، وقت خوش.